سلام دكتور سيف عزيز، امید که جور و صحتمند باشین. به تعقیب درس گذشته که ما شما دو پاتوجنز توبرکلوز خوانده بودیم، در پاتوجنز توبرکلوز ما شما واضح ساختیم که انتان توبرکلوز از کدام طریقه های داخل بدن ما شما میشه و یک شخص هم مصاب میکنه به توبرکلوز. در این درس امروزی ما سرزی باس میکنیم که چه قسم انتان توبرکلوز یک شخص هم مصاب میکنه و کدام فاکتورهای مساعد کننده نزد یک شخص موجود باشه که مصاب به انتان توبرکلوز شوه. میم دکتر سبا اول سرزی باش میکنیم که یک شخص کدام فاکتورهای در وجود از موجود باشه و یک مایکروگانیزم کدام خواص را داشته باشه که وقت داخل بدن انسان میشه سبب تولید مرض شوه. اینجا چند چیز دکتر سبا وقتی که انتان توبرکلوز نزد یک شخص سبب تولید مرض میشه، این مربوط به سه قسم فاکتور هاست. یکی که از سوشو اکنومیک استیتس یعنی وضعیت اجتماعی و اقتصادی یک شخص است. دیگر یک تعداد فاکتور هاست که مربوط به خود میزبان میشه، یعنی وجود میزبان کدام فاکتور ها موجود باشه که این شخص مساعد به منتج شدن مرض توبرکلوز باشه. و سیمی است که یک تعداد فاکتور هاست که مربوط خود مایکرو ارگانیزم میشه، یعنی یک مایکرو ارگانیزم چه خاصیت داشته باشه که وقت داخل بدن یک شخص شوه سبب تولید مرض شوه. چش دکتر شما میم اول سر فاکتور هایی که مثلا مربوط به وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک شخص میشه. دکتر شما در لکچر اولی ما گفتم بتونه اوقات توبرکلوز زیادتر در جایی زیاد است که وضعیت اقتصادی و ممالک کم خراب باشه یا ممالکی که وضعیت اقتصادیشون خراب باشه رو به بهبود باشه، و در ممالک دیولوپت یا در ممالک پیشرفته تقریبا انتان توبرکلوز محو شده یا مکمل از بین رفته، و در ممالکی که مثلا وضعیت اقتصادیشون خوب نیست یا اشخاصی که وضعیت اقتصادیشون خوب نیست زیادتر مساعد با انتان توبرکلوز هستن. علت از چی از دکتر سبا؟ علت از یمیسته که وقتی که ما شما وضعیت اقتصادی یک شخص خراب باشه او نمیتونه که غذای متوازن بگیره. وقتی که غذای متوازن نگرفتی شخص، ما شما میفهمیم در بدن ما شما یک سیستم از سیستم معافیتی است، و سیستم معافیتی ما او وقت بستر یا قوی می باشه وقتی که ما زیاد یک غذای متوازن بگیریم و در غذای ما به کافی مقدار مواد پروتینی باشه. بخاطر که وقتی کدام در بدن ما شما در مقابل یک انتان که انتیبادی جور میشه او خودش از ترکیب وزو پروتین است، و وقتی که وضعیت اقتصادی یک شخص خراب باشه او نمیتونه که مثلا از کافی مقدار مقدار پروتین که بر بدن ضرورت باشه و به خاطر بستر سیستم امیونی ما ضرورت باشه حاصل کنه، و سبب از این میشه که بدن از این مساعد به انتانات باشه. از جمله از که انتانات توبرکلوز است، یعنی وقتی که وضعیت اقتصادی یک شخص خراب باشه زیادتر مساعد به انتان توبرکلوز است. ولیت شما اون است که نبودن رژیم غذایی درست است. صحیح شد دکتر سبا؟ دویم چی هست؟ لایوینگ پلیس هست، یعنی یک شخص در کدام ساحه زندگی میکنه. طوری که در ساعتهای پیشتر گفتیم وقتی که انتان توبرکلوز اوقاتش در کدام ساحه زیاد میباشه که در اتاقی که مثلا یا در خانه که تهویه درست نداشته باشه، یک شخص در جای زندگی میکنه که شوای افتاب به اونجا دسترسی نداشته باشه. صحیح شد دکتر سبا؟ این حالا وقتی لایوینگ پلیس رولش امیست که وقتی که یک ساحه را تهویهش خراب باشه یا یک ساحره که مثلا شعاع آفتاب درست به اونجا نرسه، سبب از این میشه که اشخاصی که در این ساحات زندگی میکنه با انتان توبرکلوز بسیار چی باشن؟ مساعد باشن. صحیح شد دکتر سبا؟ سیمی است که سالری، ورک و نیوتریشن و اکنومیک استیت ای با هم ارتباط دارن. طوری که پیشتر گفتم در اکنومیک استیت وضعیت اقتصادی یک شخص وقتی که یک کسی بیکار باشه، سالری یا معاش نداشته باشه، معاشش خراب باشه، او نمیتونه که از غذای متوازن استفاده کنه. صحیح شد دکتر سبا؟ و یک چیز دیگه میگه است که مثلا یک کسی که مثلا وضعیت اقتصادی زندگیش خراب باشه استرس هم داشته باشه یا فشار روحی، و فشار روحی هم سبب از این میشه که سیستم معافیتی ما شما چی شوه؟ دپرس یا ضعیف شوه، و سبب از این میشه که انتانات در بدن ما شما خوب به طریقی آسان بروز کنه. و میخاطر یعنی وقتی که وضعیت اقتصادی یک شخص خراب بود، وظیفه خوب نداشته، نمیتونه که غذای متوازن بگیره. غذای متوازن چی است که مثلا به کافی اندازه پروتین، کربوهیدرات و فت داشته باشه. وقتی که یک شخص نتونه که مواد پروتینی بگیره سبب از این میشه که سیستم امینی بدن از چی شوه؟ ضعیف شوه. و سبب دیگه ای از دکتر سبا که ما اینمی واسه وقتی که وضعیت اقتصادی یک شخص خراب باشه
او هم یک سبب یک سو یک استرس در بدن زی می باشه، یک فشار روحی نزد شخص موجود می باشه. وقتی که فشار روحی نزد شخص موجود بود، این خودش سبب ضعیف شدن سیستم معافیتی میشه. وقتی که سیستم معافیتی ضعیف شد، در مقابل انتانات نمیتونه مبارزه کنه، سبب زی میشه که نزد شخص چی امراض ظهور کنه، به شمول امراض توبرکلوز که موضوع درس ما شماست. فاکتورهای دیگه چی از دکتر سبا؟ یکی فاکتورهای است که مربوط خود میزبان میشه. میزبان کسی است که میکروب داخل بدنش میشه و مرض تولید میکنه، و دیگه که تعداد فاکتورهای است مربوط خود مایکرو ارگانیزم میشه. این اول میام سر کدام فاکتور هاست مربوط مایکرو ارگانیزم میشه. وقت اول کس مایکرو باکتریا میس این وایرولنت است، یعنی کتله و وایرولنس مایکرو باکتریا است، یعنی بار اندازه که انتان توبرکلوز به کتله زیاد داخل بدن ما شما شوه، سبب از این میشه که به من اندازه زیاد خطر مصاب شدن به انتان توبرکلوز نزد شخص موجود باشه. فرض بکنیم دکتر سبا یک کسی هست مثلا 0.001 میکروگرم انتان توبرکلوز داخل بدن شد، مثلا این انتان توبرکلوز نمیتونه که نزد شخص مرض تولید کنه. اما اگر یک شخص دیگه است که مثلا 0.1 گرم انتان توبرکلوز داخل بدن شد، چون کتلی زیاد است، سبب از این میشه که نزد شخص اگر مثلا وضعیت اقتصادیش هم خوب باشه، معافیت سیستمیش هم قوی باشه، قوی، چون ایجا کتله انتان زیاد است، سبب از این میشه که نزد شخص چی تولید کنه؟ مرض تولید کنه. صحیح شد دکتر سبا؟ یعنی بر اندازه که وایرولنس انتان قوی باشه و کتله یا بندازی زیاد بدن داخل شه، سبب از این میشه که نزد شخص مرض تولید کنه. یعنی فاکتورهایی بود که مربوط مایکرو ارگانیزم بوده. کسی پرسونتون میکنه که کدام فاکتورهای مربوط مایکرو ارگانیزم میشه که نزد یک شخص مرض تولید کنه؟ دو فاکتور است، یکی ماس یا کتله مایکرو ارگانیزم، دیگه است وایرولنس یا قابلیت تولید مرض مایکرو ارگانیزم است که وقت داخل بدن میشه، سبب از این میشه که نزد شخص مرض تولید کنه. دیگه فاکتورهایی که مربوط به میزبان یا هاست میشه دکتر سبا کدام فاکتور هاست؟ یکی هست که مثلا با یک شخص از یک تعداد امراض متممه داره، مثلا یک شخص از برانشل اسما داره، یک شخص از مثلا سی او پی دی داره، یک شخص از دیابتیس یا شکر داره، سب این اشخاص نسبت به اشخاص نرمال زیادتر مساعد به انتان توبرکلوز میباشن. صحیح شد دکتر سبا؟ یعنی باز اشخاصی که امراض متممه دیگه هم داره، اینا نسبت به اشخاص دیگه که مثلا نرمال هستن و امراض متممه دیگه ندارن، زیادتر مساعد به چی هستن؟ انتان توبرکلوز هستن. یک شخص هست مثلا اچ آی وی داره، اچ آی وی خودش هیومن امینو دیفیشنسی وایرس هست، نه گفتیم که این اگر وایرس هست که سبب ضعیف شدن معافیت سیستم معافیتی انسان میشه، شما در مضمون انتانی باز خود خواندین. یه اشخاص که سیستم معافیتی زیاد مقابل انتان مبارزه کنه نمیتونه، وقتی که انتان داخل بدن از اینا شد، سبب از این میشه که چی داشته باشه؟ مقاومت نداشته باشه و مصاب به انتان توبرکلوز شه. صحیح شد دکتر سما؟ و دیگه استرس هم گفتیم، استرس عبارت از حالتی هست که وقتی که نزد یک شخص موجود بود، سبب دپرس شدن سیستم معافیتی میشه، و نزد شخص چی تولید میکنه؟ مرض با آسانی چی میشه؟ تولید میشه. خب دکتر سما، اینالا وقتی که گفتیم انتانات در پاتوجنز توبرکلوز، گفتیم که از چند طریقه میتونه یک شخص سالم ما مصاب کنه، که زیادترین طریقش گفتیم زیادترین اوقاتش از طریق ریسپیریتوری دروپلتس است، یعنی از طریق طرق تنفسی یک شخص هم مصاب میکنه، و طریق دیگه گفتیم از طریق جی آی ترکت است که توسط طرق عظیمی بود، طریق تماسی بود، و طریق داخل رحمی بود. این چهار طریقه توسط از انتان توبرکلوز داخل بدن میشد. خود زیادترین اوقاتش گفتیم که 85 الی 95% اوقات از طریق ریسپیریتوری دروپلت یا از طرق تنفسی میتونه که شخص مصاب به توبرکلوز شوه. اینا الان سیستماتیک میخونیم که وقت انتان توبرکلوز داخل بدن ما شما میشه، کدام راه را تعقیب میکنه و چه قسم مرض تولید میکنه دکتر سبا؟ ما این دشیما میبینیم دکتر سبا، چون گفتیم که زیادتر توسط ریسپیریتوری دروپلت. فرض میکنیم ما شما که یک مریض توبرکلوز کلوز کانتکت داریم، صحیحه؟ وقتی که شخص یا سلفا میکنه یا سنیزینگ میکنه، این سبب از این میشه که انتان توبرکلوز چی کنه؟ به محیط انتشار کنه. وقتی که به محیط انتشار کرد، ما اگر نزد شخص موجود باشیم در فاصله 5 متری، سبب از این میشه که ما شما خود تنفس میکنیم، نه؟ وقتی که ما شما تنفس میکنه، میرید قطرات تنفسی که توسط مریض به محیط انتشار یافته، وقتی که تنفس میکنه ما، این داخل طرق تنفسی میشه، داخل طرق تنفسی که شد، ما در طرق تنفسی چند چیز محافظوی وجود داره،
یکی مهمترین چیز محافظوی که در طرق تنفسی ما شما که است میوکس است. میوکس یا مخاط در طرق تنفسی موجود است دکتر سبا. وقتی که انتانات به شمول انتانات تبرکلوز داخل طرق تنفسی میشه، میوکس سبب ازی میشه که چی کنه که با میوکس امی انتانات چسبندگی پیدا میکنه. میوکس گفتیم خاصیت چسبندگی داره نه؟ وقتی که انتانات داخل بدن میشه با میوکس در ارتباط میشه یا چسبندگی پیدا میکنه، و ایج اکتلات سیلیا های دیگه هم از در طرق تنفسی اکتلات ساختمان هاست که بنام سیلیا یاد میشه. شما در آناتومی و فیزیولوژی خونده باشین، سیلیا در کل طرق تنفسی موجود است. وقتی که انتانات با مخاط چسبندگی پیدا کرد، ایج سیلیا ها حرکت میکنه. وظیفه سیلیا امیست که وقتی که انتان یا کدام میوکس داخل طرق تنفسی بود، سیلیا ها حرکت میکنه و او انتاناتی که سیلیا چسبندگی داره ایره چی میکنه؟ از طرق تنفسی ما شما خارج میکنه. صحیح شد؟ یعنی اول لاین دفاعی ما چی مخاط است با سیلیایی که در طرق تنفسی موجود است و توسط چی بیرون میره؟ توسط اکسی سلفا چی میشه؟ سبب از این میشه که انتاناتی که در مخیط در مخاط ما شما چی باشه؟ چسبندگی پیدا کرده باشه؟ اکسی سلفا تنبیه میشه و وقتی که سلفا میکنیم به شکل بلغم خارج میشه. یعنی یک اولین سیستم محافظوی در بدن میسته که مخاط، سیلیا و اکسی سلفا. اینا اگر انتانات از این مثلا بسیار زیاد باشه، طوری که پیشتر گفتیم اگر مثلا کتله زیاد باشه یا مثلا سیستم دفاعی ما شما ضعیف باشه، نه اکسی سلفا تولید کرده بتونه و همچنین سکریشن مخاط هم خراب باشه و سیلیا ها هم باز امراض است که سیلیا وظیفه خود به طریق درستی انجام نمیتونه داده. یک از جمله یک سندروم است به نام کارتوجینر سندروم. کارتوجینر سندروم چی است؟ اشخاصی که کارتوجینر سندروم داره زیاد مصاب به چی میباشه؟ مساعد به توبرکلوز میباشه. علت زمو چی است؟ که وظیفه سیلیا ها خراب شده میباشه. وقتی گنتان جی چسبندگی هم پیدا کنه سیلیا حرکت نمیکنه. وقتی که سیلیا حرکت نکرد سبب از این میشه گنتانات به طرق پایین تنفسی راه یابد. صحیح شد؟ این حالا دکتر سبا وقتی که انتانات به بسیار اندازه کافی داخل طرق تنفسی شوه، سیلیا، اکسی سلفا و همچنان مخاط نمیتونه در مقابل از این مجادله کنه، بالاخره میای به لارج ریسپیریتوری ترکت یا طرق سفلی تنفسی و داخل ششهای ما شما میشه. در داخل ششها که شد ایجکت داد سیکند لاین امیون سیستم ما داریم، یعنی خط دوم دفاعی جا دزبکار بشه. خط دوم دفاعی چی است دکتر سبا؟ حجرات مکروفاژ است. حجرات مکروفاژ در ششهای ما موجود است. اینجا سبب از این حجرات مکروفاژ وظیفه‌اش همین است که وقتی کدام انتان توبرکلوز که داخل طرق تنفسی شده او را چی کنه؟ فاگوسایت کنه. فاگوسایت مانا داخل خود مکروفاژ این انتانات چی میکنه؟ داخل خود مکروفاژ احاطه میکنه. وقتی که داخل خود مکروفاژ احاطه شده میره چی میگیم ما دکتر سبا؟ اینجا عکس العمل ایجاد میشه. عکس العمل چی است؟ یعنی بخاطر که حجرات دفاعی در مقابل انتان چی میکنه؟ جنگ میکنه. وقتی که جنگ شد از یک ریاکشن عکس العمل ایجاد میشه که در نتیجه زمین شخص تب پیدا میکنه، لرزه داشته میباشه، جنددی داشته میباشه، اترالجیا یا درد مفاصل نزد شخص ایجاد میشه. یعنی ما چی میگیم؟ باسیلیمیا میگیم. صحیح شد دکتر سبا؟ باسیلیمیا یعنی وقتی که انتانات توبرکلوز توسط مکروفاژ فاگوسایت شد یا احاطه شد، اینجا یک عکس العمل ایجاد میشه. چون یک خودش در حقیقت یک جنگ بین مکروفاژ و انتان است. وقتی که در صورت جنگ یک ریاکشن ایجاد میشه که ریاکشن چی است؟ ما شما دی وقت شخص لرزه داشته می باشه، تب داشته می باشه و همچنان دیگه سیستمیک مانیفستیشن یا دیگه اعراض سیستمیک نزد شخص ایجاد میشه. صحیح شد؟ امی وقت است که تست توبرکولین یک تست است که ما توسط میتونیم انتان توبرکلوز کشف کنیم. تست توبرکولین نزد شخص چی میشه؟ مثبت میشه دکتر سبو. صحیح شد دکتر سبو؟ این تایج چیز مشکل نیست. اگر مشکل بود خیر باز وایس میسج کنیم و برتان باز داشت نمی کنم. این انتانو توبرکلوز از فرست لین که سیلیا و میکوس از دیر شد، در سیکند لین ما چی است؟ مکروفاژ است. مکروفاژ کی رها دکت؟ در حقیقت امی یک جنگ بین مکروفاژ و انتانات توبرکلوز می باشه و ایجا در بدن یک ریاکشن ایجاد میشه. ریاکشن ما چیز گفتیم که تب داشته باشه، لرزه داشته باشه، دیگه آراز سیستمیک مثلا جاندردی داشته باشه و درد مفاصل نزد شخص ایجاد میشه. و این وقت اگر تست توبرکولین نزد مریض ماجرا کنیم چی میباشه؟ تست توبرکولین مثبت میباشه. صحیح شد دکتر سما؟ اینا انتانات توبرکلوز که از طریق طرق تنفسی داخل میشه، از طریق طرق هضمی داخل میشه، زیادترین گفتیم کدام انساج ما شما رو مصاب میکنه. یعنی توبرکلوز تقریبا کل اعضای بدن انسان رو مصاب کرده میتونه.
زیادترین اوقات و فیصدی در کجا بود؟ گفتیم شش هم حساب میکنه. این حالا میخوایم علت از چی است که زیادتر شش هم حساب میکنه؟ این دو علت داره. یکی است که شش غنی از اکسیژن است، یعنی زیادتر اکسیژن که از در شش میباشه. و زیادترین طریق انتقال توبرکلوز چی بود؟ ریسپیریتوری دراپلت یا قطرات تنفسی بود. وقتی که ما شما تنفس میکنیم، تنفس به کجا میره؟ به شش میره. زیادتر اکسیژن که به شش رفت، همین انتقالات توبرکلوز هم زیادتر متمرکز در شش میکنه، صحیح؟ و علت دومی است که زیادتر انساج رخوا که از فیصدی انساج رخوا در شش چی است؟ زیاد است. به می خاطر وقتی که انساج رخوا که است زیاد مساعد به توبرکلوز می باشه. و وقتی که انساج رخوا زیاد خود شش موجود است، به می خاطر زیاد مصاب به توبرکلوز می شده که سوا صحیح شد. این حالا وقتی دکتر سوا انتان توبرکلوز که داخل شش شد، داخل شش ها که شد، داخل مکروفاش، گفتیم مکروفاج دهاتا میکنه. اما این مکروفاش که احاطه میکنه، ایره ما چی میگیم؟ ایره پرایمری تی بی فوکس میگیم، یعنی محراق ابتدایی توبرکلوز. فرض میکنیم اینجا آمد این حجرات مکروفاج است، این انتان توبرکلوز احاطه که دیره چی میگیم ما؟ ایده خود الویل های چیز است؟ ایده خود الویل های هوایی است در میجا مکروفاج است. مکروفاج وقتی که انتان توبرکلوز احاطه که دیره چی میگیم؟ محراق ابتدایی توبرکلوز. این حالا توبرکلوز به محراق ابتدایی اکتفا نمیکنه، ممکن در چهار اطراف از این که هست اینیا که هست لنف نود هست. لنف نود یا قدرات لنفاوی سه شد. این سبب از این میشه که با در ابتدا به اویه های لنفاوی و از اویه های لنفاوی به قدرات لنفاوی هم انتشار کنه. این حالا وقتی که انتان توبرکلوز از داخل پرایمری فوکس گفتیم از این محراق ابتدایی که به قدرات لنفاوی هم انتشار کنه، اقدات لنفاوی هم مبتلا به توبرکلوز شویده، باز چی میگیم ما؟ پرایمری تی بی کمپلکس میگیم. صحیح شد دکتر شما؟ یعنی انتان توبرکلوز که داخل مکروفاژ باشه دیاگناهی شوش، ایره چی میگیم ما؟ پرایمری تی بی فوکس یا محراق ابتدایی توبرکلوز. و وقتی که به اقدات لنفاوی انتشار کرد، باز رو ما چی میگیم؟ پرایمری تی بی کمپلکس میگیم. صحیح شد دکتر شما؟ یعنی فوکس و کمپلکس فرق شفا میدین. اینا رو دکتر شما وقتی که پرایمری توبرکلوز پرایمری کمپلکس یا پرایمری فوکس یا محراق ابتدایی جور کرد، این ممکن تا زیاد وقت در بدن ما به شکل غیر فعال دوام کنه. وقتی که زمینه برش مساعد شد، سبب از این میشه که به شکل انتان دویمی چی کنه؟ این انتشار کنه یا بروز کنه و نزد شخص کلینیک توبرکلوز ظاهر شود. زمینه چه قسم مساعد میشه دکتر سبا؟ وقتی که یک شخص هست مثلا ممکن در بدن ما شما هم توبرکلوز به شکل خفی موجود باشه، بخاطر که در جامعه ما شما انتانات توبرکلوز فوق العاده زیاد است. وقتی که یک مریض ما روبرو میشیم، انتان توبرکلوز داخل بدن ما میشه، خود 100% ضرور نیست که به شکل فعال در نزد ما توبرکلوز ایجاد کنه، بخاطر که گفتیم اینجا ما فرست لاین و سیکند لاین سیستم دفاعی داره ما، و انتان توسط ماکروفاژ احاطه میشه و به شکل خفیف خفی سر خود دوام میده که میره چی میگه؟ لاتن توبرکلوز یا مخفی توبرکلوز. این حالا وقتی که زمینه مساعد شد به انتان، زمینه مثلا چه قسم مساعد میشه؟ جو سه فاکتورها را که ما دیگه در پیشتر سلاید براتون تشریح کردم، سلاید یا مثلا سوشی اکنامیک استیتس، یعنی وضعیت اقتصادی یک شخص ضعیف میشه، انتان رژیم غذاییش درست نمیباشه، از سابق مثلا ماش یا سلریش خوب بود، از مواد پروتئینی استفاده میکنه، حالا مثلا مواد پروتئینی دسترسی نداره، استفاده نمیکنه، سیستم معافیتی ضعیف میشه. این حالا سیستم معافیتی شخص ضعیف شد، سبب از این میشه که انتانات توبرکلوزی که به شکل خفی در بدن از سر داشو فعال شوه و نزد شخص سبب مرض توبرکلوز شوه. صحیح شد؟ یا مثلا یک شخص است، مثلا یک خانم است، به شکل نرمال ممکن انتان توبرکلوز در بدن از به شکل خفی سر کنه. این حالا وقتی که پرگننت میشه یا حمل حاصل میکنه، در جریان حمل چون سیستم معافیتی بدن ضعیف میشه، سبب از این میشه که مو انتانات توبرکلوز که به شکل خفی در بدن از این موجود است فعال شوه و نزد شخص چی تولید کنه؟ مرض توبرکلوز تولید کنه. یک شخص هست مثلا مصاب به انتان HIV میشه، وقتی که انتان HIV مصاب شد، سیستم معافیتی بدن ضعیف میشه، سبب بروز انتانات توبرکلوز میشه. یک شخص دیگه هست مثلا استرس یا مثلا چی میکنه؟ فشار روحی داره، فشار روحی پیدا میکنه. وقتی که فشار روحی نزد شخص ایجاد، سبب از این میشه که فشار روحی نزد شخص انتانات توبرکلوز چی کنه؟ تجدید کنه و ایجاد کنه. صحیح شد دکتر سبا؟ ایدانا وقتی که
زمینه مساعد میشه با فعال شدن انتانات توبرکلوز یا باز چی میگه ما سکندری توبرکلوز که با شکل دویمی انتانات توبرکلوز ایجاد میشه نزد شخص ممکن در خود شش ایجاد شوه یا به دیگر ساحات بدن انتشار شوه ممکن به کلیه ها انتشار شوه سبب رینال توبرکلوز شوه ممکن به دماغ انتشار کنه و سبب تی بی مننجایت شوه که سرجی باز پسانتر باز میکنیم صحیح است دکتر سبب در انواع توبرکلوز انشالله که دیگه چیز مشکل نداریم دکتر سبانی این حالا میام دکتر سوا ای پرایمری فوکس که گفتیم نه دیجی دکتر سوا گفتیم که وقتی که انتان توبرکلوز داخل میای یا مکروفاژ را حاتم میکنه میرم ما چی میگیم محراق ابتدایی یا پرایمری فوکس میگیم این حالی پرایمری فوکس که یه سرنوشت دی چی میشه ای چی با چی بدل میشه ای سه سایت تعقیب میکنه دکتر سوا یا اول کس ریکور کمپلیت یعنی به شکل مکمل از بین میره یعنی سیستم مافیتی ما بسیار قوی است مکروفاژ کی رهاتا میکنه چی میگن از بین میبره هیچ به شکل خفیف هم در بدن ما موجود نمی باشه به شکل خفی دویم چی است دویمی است که مثلا یه انتان که توسط مکروفاژ احاطه شد و یک مرض تولید میکنه وقتی که تداوی میشه بالاخره سبب از میشه که کنسلتیشن یا کلاسیفیکیشن در نزد مریض ایجاد کنه صحیح است دکتر سبا و سیم سرش چی است که این در بدن ما شما مرض توبرکلوز تولید میکنه و بالاخره اختلاطی میشه و در ششای ما فایبروز و کلاپس ایجاد میکنه دیش شما برتون واضح میکنم دکتر سبا یک شما سب اگر چی پسان باز در درس های عملی توبرکلوز در نمایش میخوانیم انتانو توبرکلوز گفتیم پرایمری محراب که جور کتی از بین میره مکمل این قسم در کلیشه رادیوگرافی مریضش تغییرات موجوده میباشه یا گفتیم که انتانو توبرکلوز تولید میکنه یه چی میکنه کنسولیدیشن یا کلاسیفیکیشن ایجاد میکنه نمی ساختمان های سفیده که شما میبینین در بین از ایسیا ایسیا که هست معمولا در چست اکسر ایر هست خب این ساختمان های سفیده که میگیم میگیم انفلتریشن هست خب گیره ما چی میگیم ساختمان های خیالات سفید که در بین خیالات ایسیا به شکل منتشر موجود است گیره ما چی میگیم کنسلیدیشن میگیم صحیح شد دکتر سوا که به شکل کنسلیدیشن موجود است و یک نمونه ششی است که مبتلا به توبرکلوز شده و بالاخره او چی شده که اختلاطی شده با فایبروزس و ششش که از فایبروتیک شده صحیح است دکتر سبا یک شیمایش است که توصیل ده خوب دکتر سبا درست دیگه ما که از تست توبرکولین است این حال یک شخص مصاب به توبرکلوز شد چه قسم ما تشخیص میکنیم کی شخص آیا توبرکلوز داره یا نداره صحیح است دکتر سبا یک از جمله تست های تشخیصی توبرکلوز که از تست توبرکولین است که ما سر امروز باس میکنیم اگر چه حالا به خاطر تشخیص توبرکلوز استفاده نمیشه زیادتر به خاطر اپیدمیولوژی یا ریسرچ استفاده میشه که چقدر کدام اشخاص مثلا در جامعه انتان توبرکلوز کسب کرده یا مثلا به خاطر از استفاده میشه که شخص سابق واکسین توبرکلوز شده یا نشده صحیح است دکتر سبا و به خاطر از استفاده میشه که جلوگیری از دوباره واکسین توبرکلوز شده صحیح است اول یه تشریح میکنم با شما با اهداف توبرکولین میفهمین که با چه اهداف از استفاده میکنیم با شما در سوا اول میم توبرکولین چی هسته؟ توبرکولین تاری که در ساعته پیشتر ما شما خواندیم که اولین بار توسط رابرت کوخ چی شد کشف شد یعنی گفت که وقتی که انتانات توبرکلوز داخل شش میشه امیر ما کدام موادی که ما شش بدست میاریم خودشی چی میگیم ما توبرکل یا توبرکولین میگیم سهیش تو دکتر سبا این حالا توبرکولین چی است دکتر سبا؟ توبرکولین در حقیقت خود پروتین مایکوباکتریم توبرکلوز است کی ضعیف شده یعنی خاصیت پاتوجنیک ازی کم شده و یه خاصیت انتیجنیک داده صحیح است دکتر سبا؟ یعنی انتان توبرکلوز در لابراتوار چی شده؟ با مراتب ضعیف شده صحیح است دکتر سبا؟ یعنی شما واکسین داخل میشناسین واکسین چی است؟ واکسین در حقیقت خود شما مایکروارگانیسم است که در لابراتوار یا از بین رفته یا کشته شده یا خاصیت پاتوجنیکی که سبب تولید مرض مشویش چی شده ضعیف شده این توبرکولین هم خودش در حقیقت مایکروارگانیسم توبرکلوز است یا پروتین مایکروباکتریم توبرکلوز است که یا چی شده ضعیف شده با مراتب ضعیف شده و خاصیتی که مثلا اگر با مریض زرق شوه خاصیت تولید مرضش چی شده از بین رفته یعنی مرض تولید کرده نمیتونه اما خاصیت انتیجنیک به چی مانا که سبب ایجاد یک عکس العمل در بدن شده میتونه اما مرض تولید کرده نمیتونه صحیح است دکتر سبا رابرت کوخ چی که دکتر سبا برای 6 هفته امیانتون توبرکلوز کلچر کرده بود در وسط زرعی گلیسرین سیسته و ایره باز چندین بار واش یا ششتشو کرده بود که
دقيقات که تقریبا یک بردوام میشه دقیقات رقیق کده بود یعنی امی کلچر یک جور کده بود یک بردوام سر رقیق کده یعنی چندین مراتبی را ششته و کدام مادر که بده سعودی را چی گفته پی پی دی یا پیوریفاید پروتین درفت صحیح است دکتر سبا پیوریفاید پروتین درفت میره میگه که انتانو تبرکلوز رقیق شده چندین بار در لابراتوار و خاصیت پاتوجنیک که مثلا در بدن ما شما مرض صورت کنویش از بین رفته اما خاصیت چی داره؟ انتیجنیک داره یعنی در بدن ما شما که برگمری زرق کنیم اگر اکسل عمل بر ما شما چی میکنه؟ نشاد میده و رابرت کوخ چی کرد؟ از امی خود توبرکولین که سکت در تابلیت ها جور کرد که دوز از ایک از 0.002 میلیگرام تا 0.5 میلیگرام تغییر میکرد و ایده کت دیستل واتر یا آب مقطر میکس کت از یک محلول جور کت کی محلول با بخاطر تست توبرکولین ما ایره چی میکنیم استفاده میکنیم دکتر سبا داره که پیشتر ما شما گفتیم توبرکولین چی است توبرکولین خودش در حقیقت پروتین مایکو باکتریم توبرکولوز است که مو خاصیت انتیجنیک داره یعنی در بدن ما شما یک اکسل عمل تولید کده میتونه و خاصیت توکسیسیتیش یا خاصیت تولید مرضش چی شده از بین رفته یعنی پروتین مایکوباکتریم توبرکولوز در لابراتوار تحت مطالعه قرار گرفته چندین بار شستشو شده خاصیت پاتوجنیکی که در بدن ما شما مرض تولید کنویش از بین برده و خاصیت انتیجنیکش موجود است که وقتی که در بدن ما شما زر کنیم میتونه که یک عکس العمل تولید کنه که نالا توسط از یک عکس العمل ما میفهمیم که شخص در بدن از یا انتانو توبرکولوز موجود است یا نیست یکی آیا این شخص واکسین توبرکولوز شده یا نشده این دو چیز ما میتونیم چی کنیم معلوم کنیم اینا له د وریزو باز پسانتر گپ میزنیم اینا له میان وقتی که می توبرکولین نی ماده توبرکولین که گفتیم که توسط رابرت کوخ جور شده به این اندازه تابلت ها و کت دیستل واتر میکس شده وقتی که ما نزد یک شخص زرق کنیم میره سی عکس العمل نشان میده بر ما یکی لوکال یا موزیست یکی فوکال یا مهراقیست و دیگه جنرال یا عمومی یعنی این سی عکس العمل در بدن انسان ما میتونیم چی کنیم پیدا کنیم اول میام سر لوکال لوکال عکس العمل چی است وقتی که در سایه مریض ما امی توبرکولین نظر کنیم میبینیم که از حالت نرمال که زیاد عکس العمل نشان میده صحیح است یا کم عکس العمل نشان میده یعنی یک در کدام ساحه که مثلا ما انتن توبرکولوز زرق میکنیم عکس العمل نشان میده مثل زیاد دکتر سوا صحیح کنیم اینجا ما اگر مثلا توبرکولین نزد مریض زرق کنیم صحیح است این عکس العمل که در اینجا ایجاد میشه ما چی میگیم لوکال عکس العمل یعنی یک عکس العمل مهراقی یک عکس العمل موزی نشان میده بر ما شما صحیح است این علی چند عکس العمل از د لوکال چند عکس العمل است که انرژی است که نورمورجی است که هایپرجی است که پارادوکسیکال است که اکوالا سرکولوژی باس میکنیم انتون توبرکولین ما چه زرق کنیم نزد مریض این حالا د تست مونتوکس ما پسند میکنیم اگر 4 میلی متر ریتما یا اندیوریشن این پندیدگی یا پاپول پیدا کردنه یک نرمال است یعنی وقتی که ما شما ایره زرق میکنیم اگر 4 میلی متر پیدا کردیره چی میگیم ما انرژی میگیم صحیح شد دکتر سبا و یه نرموجی میگیم نرموجی یعنی نرموجی به این معنی است دکتر سبا که وقتی که توبرکولین زرق میشه به اندازه نرمال پندیدگی یا پاپول پیدا میکنه نزد مریض این چی شد نرموجی شد یعنی عکس العمل نرمال نشان میده وقتی که نرموجی موجود بود ما میگیم که عکس العمل نشان داده و انتانو توبرکولوز نزد شخص چی است مثبت است پوزیتیو است صحیح شد به این معنی نیست که مریض اکتیف یا فال توبرکولوز داره این به این معنی است دکتر سبا که شخص از محیط انتانو توبرکولوز گرفته ممکن به شکل خفی در بدن از سیر کنه صحیح شد دکتر سبا یکی و مسئله دومی است وقتی که ما انتانو توبرکولین ایجا زرق میکنیم یا واکسین توبرکولین ایجا زرق میکنیم یک اکسل عملی که نشان میده این سبب این معنی زیره میده که سابق واکسین شده این شخص به این معنی است که یعنی وقتی که یک اکسل عمل نشان میده به این معنی است که شخص معمول در سابق امرای انتانو توبرکولوز چی شده مواجه شده یک دفعه اگر شخص امرای انتانو توبرکولوز در سابق مواجه نشده باشه اگر به بر اندازه که ما انتان پروتین توبرکولین در نیز شخص زرق کنیم هیچ عکس العمل نشان نمیده صحیح شد یعنی که هیچ عکس العمل نشان نداد به این معنی است که شخص در سابق نه انتان توبرکولوز مواجه شده و نه واکسین توبرکولوز نیز شخص شده صحیح شد دکتر سبا این حالی جمعیم نرموجی چی نمیگه نرموجی است که نرمال عکس العمل نشان میده صحیح شد هایپرجی چی نمیگه هایپرجی که از اندازه نرمال زیاد عکس العمل نشان میده مثلا اینجا گفتیم در تست مونتوکس پسان میخوانیم که 4 میلی متر نرمال است باید وقتی که یک شخص ما زرق میکنیم 4 میلی متر اگر
ای پوندیدگی پیدا کرد میگم که نزد شخص انتان توبرکلوز مثبت است. اینا د باز اشخاصی است که 4 میلی متر عکس العمل نشان نمیده، تقریبا 20 میلی متر عکس العمل نشان میده که از اندازه نرمال کده بسیار شدید عکس العمل است که ما چی میگیم هایپر جی میگیم. دایش دکتر چبا انرژی چی را میگه که از اندازه نرمال کده کم عکس العمل نشان میده. اینا رو گفتیم اگر 4 میلی متر کده کمتر مثلا 1 میلی متر عکس العمل نشان میده، اینا ما میگیم انرژی یعنی هیچ عکس العمل نشان نمیده یا کم. د باز کتابا گفته که انرژی را گفته که بیخ عکس العمل نشان نمیده، اما بعضی کتابا گفته که انرژی بسیار خفیف عکس العمل هم که نشان بدین ما چی میگیم انرژی میگیم. صحیح شد دکتر چبا؟ پارادوکسیکال چی را میگه دکتر چبا؟ پارادوکسیکال اینه میگه که فرض میکنیم اگر 0.1 مل توبرکولین مازرع کنیم این 4 میلی متر عکس العمل نشان میده، اگر مثلا 0.5 مل مازرع کنیم 2 میلی متر عکس العمل نشان میده. یعنی اگر توبرکولین به اندازه کم زرق شود زیاد عکس العمل نشان میده، اگر توبرکولین به اندازه زیاد زرق شود کم عکس العمل نشان میده. ایره به می خاطر پارادوکسیکال یعنی سرچپا میگه. صحیح شد دکتر سما یا ماکوس؟ و ایکوال دکتر سما چی میگه؟ ایکوال ایره میگه که اگر توبرکولین ما به اندازه کم زرق کنیم کم عکس العمل، اگر به اندازه زیاد زرق کنیم زیاد عکس العمل نشان میده. صحیح شد؟ ایره ایکوال میگه. و دیگه دکتر سما عکس العمل ای بود عکس العمل لوکال یا موزی. دیگه که از فوکال یا لوکال یا موضوعی است، فوکال یا محراقی است. فوکالی به این معنی است که وقتی که انتان توبرکلوز ما این توبرکل ما نزد یک شخص زرق کنیم در یک محراق یک ساحه دیگه بدن عکس العمل نشان میده. مثلا شش هم میگیم نزد شخص، مثلا وقتی که توبرکلین ما زرق کنیم نزد شخص الفا پیدا میشه. صحیح است؟ اسپوتوم پیدا میشه یا بلغم پیدا میشه، تقشف نزد شخص پیدا میشه کی یک عکس العمل است که محراقی نزد شخص ایجاد میشه، یا مثلا نزد شخص هیماتوریا یا در ادرارش خون میآید، یک عکس العمل است که مربوط به گرده ها میشه. صحیح است دکتر سمایی؟ یعنی در گردهش یک عکس العمل ایجاد شد که چی شدی؟ خودش محراقی شد. و سیم چی از جنرال است؟ عکس العمل جنرال یا عمومی است که گفتیم وقتی که می توبرکولین نزد شخص مازار کنیم یک عکس العمل عمومی ایجاد میشه نزد بدن. مثلا مریض تب پیدا میکنه، بادی پین یا درد عضلاتی یا کل بدن پیدا میکنه، یا اترالج یا درد عضلات مفاصل نزد شخص پیدا میشه. صحیح شد دکتر سبا؟ یعنی وقتی که انتان توبرکولین بباشین دکتر سبا، وقتی که امی خود توبرکولین که تصفیه شده پروتین مایکوباکتریم توبرکلوز از زرق شود یک ساحه، سه عکس العمل ایجاد میشه که لوکال بود که باز لوکال 5 رقم عکس العمل نشان میداد، که فوکال بود که یک ساحه مشخص بدن آراز پیدا میشه. مثلا آراز شش چی است؟ گفتیم سلفه یا هیموپتاز است یا در بلغم خون میاد. صحیح است؟ و مثلا آرازی که مربوط به گرده میشه مثلا نزد شخص هیماتوریا پیدا میشه. صحیح است دکتر صاحب؟ این فوکال شده، یعنی به ناحیه مشخص در بدن مختص میشه. و دیگه که است جنرال است یا عمومی است که در عمومی ما گفتیم نزد شخص تب پیدا میشه، بادی پین است و اچرال جایا مثلا درد مفصل پیدا میشه. صحیح است دکتر صاحب؟ اینا هم دکتر سوا تست توبرکولین ما با چند طریقه میتونیم نزد شخص اجرا کنیم. اولین و مهمترین تستی که است تست مونتوکس است. فهمیدی دکتر سوا؟ در این شیما برتون نشان میدم تست مونتوکس ما چه قسم اجرا میکنیم. در یک سرنجی که مخصوص به خود تست مونتوکس است 0.2 ml توبرکولین ما میگیریم. توبرکولین گفتیم چی است برتون دکتر سوا؟ خود پروتین مایکوباکتریم توبرکلوز است که در لابراتوار ضعیف شده، خاصیت پاتوجنیکش از بین رفته و خاصیت انتیجنیک پیدا کرده که بتونه عکس العمل در وجود تولید کنه. 0.2 ml که ما گرفتیم در سرنج، 0.1 ml خارج میکنیم به خاطر که کدام هوایی که در سرنج موجود باشه توسط از خارج شه، و 0.1 ml از تحت جلد در ساید مریض یا فوری آرام مریض چی میکنیم؟ زرق میکنیم. وقتی که ما شما این زرق کنیم دکتر سبا 48 تا 72 ساعت بعد ما چی میکنیم؟ مطالعه میکنیم و کدام سرخی که توسط از ایجاد شده باشی رو ما میبینیم. اینی کسی خودش یک پلک ایجاد میشه جا. یا در انتان مانتوکس کسی یک سرخی ایجاد میشه. سیست این حالا میبینیم دکتر سبا این نمی سرخی که جد تو باد 48 باد توسط توبرکولین در کدام سرخی که مذار کردیم، اگر ایچ اکس العمل ایجاد نشد، ایچ سرخی ایجاد نشد، چی میگیم؟ که انتان توبرکولوز منفی است. یعنی این شخص سابق نه واکسین توبرکلوز شده و نه انتان توبرکلوز از محیط گرفته. صحیح شد دکتر سبا؟ یعنی انتان توبرکلوز که از محیط گرفته ضرور نیست که به شکل فعال در بدن از موجود باشه، ممکن به شکل خفی موجود باشه. یعنی این مثبت بودن از به این معنی است که
شخص از محیط انتان توبرکلوز گرفته ممکن به شکل خفی در بدن ازی موجود باشه، صحیح است؟ اما ضرور نیست که به شکل فعال موجود باشه. این حالا چلاش طلبا گفته مطالعه میکنم اگر 4 میلیمتر کمتر باشه چی میگه ما که نگیتیف است، منفی است، صحیح است دکتر صفا؟ یا گفته میچ عکس العمل ایجاد نشه یا 4 میلیمتر سرخی یا عکس العمل ایجاد شه چی میگه ما؟ منفی است، یعنی شخص انتان توبرکلوز از محیط هم نگرفته و در 2 سال آخر چی شده؟ انتان بی سی جی یا واکسین بی سی جی نزد شخص تطبیق نشده، صحیح شد دکتر صبا؟ اینا اگه سرخی از 5 الی 9 میلیمتر باشه اینو ما چی میگیم؟ سسپیکتد، یعنی مشکوک از شخص به انتان توبرکلوز. این سرخی که جا ما نزد شخص ایجاد شده اگر 5 الی 9 میلیمتر باشه چی میگیم؟ میگیم مشکوک است. اگه اینا از 2 میلیمتر یا 2 میلیمتر زیادتر باشه میگیم که نزد شخص تست توبرکولین چی است؟ مثبت است، پوزیتیف است. این حالا پوزیتیف توبرکولین تست چی مانا دکتر سبا؟ ممکنی شخص سابق انتان توبرکولوز از محیط گرفته یا واکسین بی سی جی برزی در 2 سال آخر تطبیق شده، صحیح شد دکتر سبا؟ اما وقتی که انتان تست توبرکولین نزد شخص مثبت باشی به این مانا نیست که نزد شخص توبرکولوز فعال موجود است، صحیح شد؟ معاینه از یه است که انتان توبرکولوز از محیط گرفته و انتان توبرکولوز ممکن به شکل خفی یا به شکل فعال در بدن از موجود باشه، صحیح شدید؟ دو چیز. و یا واکسین توبرکولین، واکسین بی سی جی نزد شخص در 2 سال آخر چی شده؟ تطبیق شده. یعنی دکتر سوایی جا متوجه باشن که وقتی که واکسین بی سی جی هم چی است؟ واکسین بی سی جی هم دقیقت مایکوباکتریم توبرکولوز است که خاصیت تولید مرضش از بین رفته. وقتی که نزد یک شخص ما واکسین بی سی جی کنیم در مقابل واکسین بی سی جی انتیبادی تولید میشه بدن، در آینده که کدام انتان توبرکلوز داخل بدن میشه در مقابل از او تیار انتیبادی موجود میباشد از بین میبره، صحیح شد؟ این حالا اگر مثلا یک شخص واکسین بی سی جی هم کده باشه خود در حقیقت واکسین بی سی جی انتان توبرکلوز است، نه؟ یعنی به این معنی است که شخص با انتان توبرکلوز مواجه شده و کدام انتیبادی که در بدن موجود می باشه وقتی که ما تست توبرکولین اجرا کنیم و انتیبادی در مقابل از یک سلامال نشان میده و ام یک سلامال ایجاد میشه که ما میگیم که شخص سابق انتان توبرکلوز گرفته یا واکسین بی سی جی شدن نزدی شخص. خب دکتر شبا طریقه دوم که از پیرکو تست است، پیرکو تست دیشی ما میبینیم پیرکو تست چه قسم اجرا میشه؟ در ساید شخصی که ما شما انتان توبرکولین نظر میکنیم در ساحه ساید از معمولا 4 خانه در 4 ساحه که بین جا 3 الی 4 سانتی متر فاصله موجود باشه، در اینجا مثلا در اینجا در این ساحه در این ساحه و در این ساحه ما یک قطره امی توبرکولین مثلا اینجا در ساید از قرار میتیم و بالا وقتی که توبرکولین در این ساحه ما قرار دادیم بالا از چی میکنیم؟ پرک اجرا میکنیم یا شق اجرا میکنیم و شکل افقی یک شق اجرا میکنیم. وقتی که شق اجرا کردیم گیره ما 48 الی 72 ساعت بعد چی میکنیم؟ مطالعه میکنیم. 48 الی 72 ساعت بعد گیره مطالعه کنیم اگر میبینیم کدام سرخی دهی ساحه دهی 4 ساحه که ایجاد نشده باشه ایده چی میگیم؟ ما که میگیم که تست توبرکولین نزد شخص منفی است. اگر سرخی ایجاد شده باشه نزد شخص که اندازش که 3 میلیمتر باشه ایده چی میگیم؟ ما مایلد پوزیتیف یا بندازه خفیف مثبت است. اگر کدام سرخی ایجاد شده باشه که مقدار از او از 1 سانتی متر زیادتر باشه ما ایده چی میگیم؟ هیوی پوزیتیف یا بسیار قوی مثبت است. هیوی پوزیتیف ما در اصطلاح چی میگفتیم؟ هایپر جی، یعنی از اندازه نرمال کده چی زیاد عکس العمل نشان داده، صحیح شد دکتر صبا؟ طریقه سیم چی است؟ والمر پیچ است دکتر صبا. والمر پیچ چه قسم است؟ یک معمولا یک به شکل پلستر یک قسم چیز هاست که در او خود مواد توبرکولین جابجا شده او رو ما در ساحه استرنوم، استرنوم در ناتومی شما خواندن در ساحه استرنوم مریض فکس میکنیم و 48 الی 72 ساعت بعد وقتی که رو دور میکنیم میبینیم. اگر در او ساحه استرنوم ما شما ادیتیما یا مثلا سرخی جا شده بود میگم که تست توبرکولین مثبت است و اگر ادیتیما ایجاد نشده باشه میگم چی؟ میگم که تست توبرکولین ما شما چی است؟ منفی است. و دکتر سوای طریقه چونم که است؟ ملتیپل پنکچر تست است. ملتیپل پنکچر چه قسم اجرا میشه؟ ملتیپل پنکچر یک رقم وسایل است خاص که توسط از ما میتونیم چی کنیم؟ امی او رو ما هیف میگیم، وسیله رو ما چی میگیم؟ هیف تست هم برای استفاده میشه. هیف تست چه قسم است؟ که به شکل اکتفنگچه است که چند سرنج داره
و ایسرنج وقتی که ما در سایه مریض فشار بدیم تقریبا 5 الی 6 وحظه در سایه مریض اجرا میشه و در 5 الی 6 ساعت کسی می توبرکولین زرق میشه. وقتی که توبرکولین زرق شد دیره بعد از کلاشت بعد میبینیم اگر اریتیما یا سرخی جات شده باشه، خب میگیم تست مثبت است، اگر نشده باشه میگیم که تست منفی است، یا به شکل تست پیرکو اجرا میشه. خب یه قدر مهم است دکتر صبا والمر پیچ ملتیپل پنکچر و تست پیرکو اجرا نمیشه، حالا زیادتر تست مونتوکس اجرا میشه دکتر صبا. در بازار تست مونتوکس گفتیم که و این خاطر اجرا میکنیم دکتر صبا که اکتیویتی تو برکلوز تست مونتوکس نشان نمیده برای ما. شما سیسته تست مونتوکس وقتی که ماجرا میکنیم صرف به این خاطر ماجرا میکنیم که بفهمیم که شخص آیا واکسین توبرکلوز گرفته یا نه، یعنی واکسین توبرکولین به تدویق شده یا نه، یا بدن از این امرای انتان توبرکلوز مواجه شده یا نشده. ممکن انتان توبرکلوز فعال باشه و یا غیر فعال باشه. خب اگر مثلا از محیط شخص انتان توبرکلوز گرفته باشه، سبب از این میشه که عکس العمل نشان بده. صحیح شد دکتر سبا؟ یعنی به صورت خلاص حالا چی میگیم؟ مثبت بودن تست توبرکولین چی مانا؟ مثبت بودن تست توبرکولین به این مانا است که شخص با انتان توبرکولوز در محیط مواجه شده، چی به شکل خفی در بدن از دوام کنه و چی به شکل اکتیف یا فعال در بدن از موجود باشه. و یا دوهم چی است؟ دوهم است که مثبت بودن انتان تست توبرکولین به این مانا است که این شخص واکسین بی سی جی به این شخص تطبیق شده. و واکسین بی سی جی هم ما گفتیم که خودش در حقیقت انتان توبرکلوز است که ضعیف شده و خاصیت تولید مرضش از بین رفته، او رو به این خاطر نزد مریض تطبیق میکنه ما که بدن در مقابل انتان توبرکلوز یک انتیبادی تولید کنه و در آینده که شخص انتان توبرکلوز محیط میگیره تا در مقابل از آماده باشه او رو از بین ببره انتان توبرکلوز و سبب تولید مرض نزد شخص نشه. صحیح شد دکتر صاحب؟ خب بنال دکتر صبا، ما طوری که ما شما پیشتر گفتیم وقتی که ما توبرکولین توبرکل زرق میکنیم نزد مریض، در بعض مریض عکس العمل زیاد نشان میده اما در بعض مریض عکس العمل کم نشان میده. یعنی کدام فاکتورها نزد یک شخص موجود باشه که از اندازه نرمال کده این شخص زیاد عکس العمل نشان بده؟ یعنی یک شخص هست یک تعداد امراض اگه داشته باشه، اگه سرکیدوز داشته باشه، مرقه داشته باشه، یا سرطان ها داشته باشه، یا یک شخص مثلا کورتیکوستراید بگیره یا آنتی بیوتیک استفاده کنه، یا شخص ملاریا داشته باشه یا پرگننت باشه حمل داشته باشه. چون نزد از اشخاص که از سیستم معافیتی که ضعیف می باشه وقتی کنتان توبرکلوز ما زرق کنیم و خود توبرکل ما زرق کنیم، عکس العمل شدید چی میکنه نشان میده؟ عکس العمل خفیف نشان میده در مریض دکتر صبا. و کدام فاکتورهای مثلا یک فاکتورهایی که نزد شخص موجود باشه و عکس العمل شدید نشان میده کدام است؟ یک شخص هست مثلا برانشیال اسما داره، یک شخص از هایپرتیروئیدیسم داره، یک شخص از مثلا میزل یا چیچک داره، یا واکسین چیچک گرفته باشه، نزد این شخص انتان وقتی که ما زرق کنیم بدن از زیادتر مساعد به انتان توبرکلوز می باشه و سبب از این میشه که از اندازه نرمال کده چی کنه عکس العمل زیاد نشون بده. صحیح شد دکتر صبا؟ که ما هایپرجی می گفتیم و عکس العمل کم یا هیچ نشون نداره ما چی میگیم؟ انرژی میگیم. ادامه دکتر صبا، رول تست توبرکولین چی است دکتر صبا؟ چند رول داره دکتر صبا؟ یکی مهمترین رول از یکی است خاطر اپیدمیولوژی دکتر صبا که ما داخل هم ذکر کردیم. خو رول اپیدمیولوژی زیاد است. اپیدمیولوژی به چی مانا دکتر صبا؟ اپیدمیولوژی به این خاطر از استفاده میشه که وقتی که ما تست توبرکولین نزد یک شخص اجرا کنیم، اگر تست توبرکولین نزد شخص موجود باشه مثبت باشه، ما به این نتیجه میرسیم که ممکن شخص واکسین توبرکلوز شده باشه و از دوباره تطبیق انتان واکسین توبرکلوز چی میشه نزد شخص باید جلوگیری کنه و جلوگیری میشه. و دویم چیز خاطر تشخیص استفاده میشه. یک شخص اگر اکتیو توبرکلوز داشته باشه اگر تست توبرکلین ماجرا کنیم برای ما شما نشان میده که تست توبرکلین مثبت است. صحیح است؟ اما تست مثبت بودن تست توبرکلین به این معنی نیست که این شخص انتان فعال توبرکلوز داشته باشه. ممکن به شکل خفی گفتیم که در بدن از چی کنه سیر کنه. یعنی دکتر صبا دیج با یک باریکی متوجه باشین، اگر نزد یک شخص انتان فعال توبرکلوز موجود باشه تست توبرکولین دیام اتمی مثبت می باشه. بخاطر اینکه انتان توبرکلوز در بدن موجود است نه، وقتی که انتان توبرکلوز اگر در بدن داخل شد انتیبادی در مقابل از تولید میکنه
وقتی که نالا به دوار دو ما شمای مواد توبرکولین نزد شخص زرد کنیم اما انتبادی که تولید شده در مقابل از توبرکل اکس العمل نشان میده و ریاکشن ایجاد میشه اما سرخی که در بدن ایجاد میشه اما توسط از انتبادی هایی است که انتان توبرکلوز داخل بدن ایجاد شده باشه اینا رو انتان توبرکلوز ممکن به شکل فعال یا غیر فعال اگر در بدن موجود باشه و انتبادی تولید کرده تیار وقتی که ما توبرکولین نظر کنیم در انتبادی در مقابل از اکس العمل نشان میده و چی میشه؟ سوابجی میشه که سرخی در ساحه ایجاد شده صحیح شد دکتر سبا؟ خوب بنامال دکتر سبا وقت چه قسم ما میتونیم تشخیص تفریقی کنیم که یک شخص مثلا انتان توبرکولینش مثبت است که آیا توسط ای واکسین بی سی جی شده یا ای الرژی است یا ای انتان توبرکلوز از محیط گرفته اینجا چند چیز از دکتر سبا اول تاریخچه میگیریم از مریض تاریخچه میگیریم یک شخصی که در 2 سال آخر واکسین توبرکلوز شده باشه یعنی با یک شخص که ما واکسین بی سی جی زر کنیم تا 2 سال میتونه که کدام انتیبادی ها که وجود موجود باشه تا 2 سال ای در مقابل تست توبرکولین اکس العمل نشان میده در مقابل توبرکولین که مزار کنیم اکس العمل نشان میده این حالا از شخص تاریخچه میگیریم آیا در 2 سال آخر واکسین توبرکول بی سی جی برش تطبیق شده یا نشده اگر در 2 سال آخر واکسین بی سی جی تطبیق شده باشه میگیم که اولای شخص کدام عکس العملی که ایجاد شده توسط همین واکسن بی سی جی نزد شخص ایجاد شده صحیح دیگه اسکار بی سی جی د موت یا مثلا د پای مریض که واکسن بی سی جی شو و از خود یک ندبه نشان میده دکتر سوا صحیح وقتی که ندبه رو ما د موت یا د پای مریض پیدا کنیم میگیم که این شخص واکسن شده و او چیز رولات میشه که این شخص ممکن انتان توبرکلوز از محیط گرفته باشه انتان توبرکلوز در بدن ازی چی کنه و شکل خفی سیر کنه صحیح دکتر سبا خب تشکر دکتر سبایی بود درس امروزی تان